بریم در ادامه در مورد فشار در گازها صحبت کنیم اصلا ببینیم گازها درون یک ظرف چرا فشار دارن درسته درون یک ظرف فشار دارن خب ما میدونیم ذرات گاز یک سره در حال چی هستن در حال حرکت هستن و میدونیم انرژی جنبشی مولکولها ها در گازها زیاد هست درسته خب ببین اگر در داخل یک ظرفی مثلا من اینجا فرض کن حالا یه ظرف مکعبی میکشم به فرض های گاز در داخل این ظرف وقتی که هستن یک سر در حرکت های نامنظمن با دیواره ظرف چی میکنن برخورد میکنن پس فشار یک گاز خیلی ساده بلدیم ناشی از برخورد مولکول های گاز با دیواره درون دیواره درست درون ظرف است یعنی منظور من دیواره چی داخلی سطح داخلی حالا هرچه انرژی جنبشی هرچه انرژی جنبشی بیشتر باشد درسته؟ خب برخوردها چه اتفاقی می افتد بیشتر می شود درسته تعداد برخوردها بیشتر میشه و با شدت بیشتری برخورد میکنن در نتیجه فشار زیاد می شود فشار زیاد می شود این یه نکته بسیار بسیار ساده و مهم هست که ما باید بلد باشیم شما در داخل یک کپسول وقتی که گاز هست در داخل یک کپسول فشارش زیاده باز میکنی ازش چی میشه خارج میشه یعنی از محیط فشار بیشتر میاد به محیط فشار کمتر اما لوله های یو بحثشون چی هست بذار اینو پاک کنم لوله یو من دارم داخلش چی هست مثلا یک مایه هست حالا مایه هر مایه میخواد باش من این البته اگر بد نکشمش در داخل لوله یوشک یک مایه هست درسته من نگاه کن میام یک طرف لوله یوشک را مثلا وصل میکنم به یک مخزن گاز درسته به یک مخزن گاز که در داخلش مولکولهای چی هستن؟ گاز هستن خب این یه شیر دارد درسته دارای یه دونه شیر بسته هست ببین اگر این شیر را باز کنم و در داخل لوله یو شکل من یک مایه باشد درسته خب یک مایه در داخل لوله یو شکل باشه من قبل از اینکه بیام این وصلش کنم وقتی که بازش میکنم این شیر را این مایه ممکنه شروع کنه بره بالا یعنی بره در این شاخه بره بالا و ممکنه در این شاخه بره بالا چه اتفاقاتی میفته؟ فرض کن حالا شیر چی میشه؟ باز میشود وقتی که شیر باز میشود مولکول های گاز میان اینجا به علت فشاری که به این سطح میارن در این سطح شروع میکنه مایه به بالا رفتن من اینجا یه نقطه همترازی می سازم. خب قطعا نقطه همترازی من این خواهد شد زیر خط همترازی یعنی اینجا را بذارم آ اینجا هم بذارم B درسته؟ اینجا را هم بذارم B چه اتفاقی میفته؟ زی... این خط خط همترازی به خاطر اینکه زیرش مایه یکسانه این اولش نکته گفتم چون این بر رفته اینجا پس من میتونم بگم که به این دهانم که بازی فشار هوا هم چی میشه وارد میشود یک فشار هوا هم وارد میشه پس الان با توجه به این نکات درسته پی نقطه آ درسته الان من میدونم دیگه خط همترازیه پی نقطه آ با پی نقطه بی برابره دیگه درسته فشار در نقطه آ با فشار در نقطه بی برابره من میتونم بگم که فشار نقطه بی به چه چی چیزی بستگی دارد به ارتفاع مایه بستگی دارد و فشار هوا یعنی باید بگم پی صف به علاوه رو اچ درسته؟ پی صف به علاوه رو اچ یعنی فشار کلی در این نقطه وقتی که فشار در این نقطه به دست میارم البته ما به یه بحثی هم به نام فشار پیمانه ای میدونیم یعنی بیایم این میشه فشار در این نقطه اگر پی بی را منهای پی صفر کنم میشود چی؟ فشار پیمانه ای درسته؟ یعنی فشار کل را ازش فشار هوا را کم کنم بهش میگم فشار چی؟ پیمانه ای از فشار کل بیام فشار هوا رو چیکار کنم کمش کنم پس این ما متوجه شدیم در این نقطه و در این نقطه خواستیم فشار به دست بیاریم چون این دوتا ترازن پی بی را حساب کنی مانند اینه که پی آ را هم حساب کردی چون با هم دیگه برابر هستن حالا من یه نکته گفتم گفتم که ممکن هست که اگر بتونم خوب پاکش کنم حالا نشدم دوباره شکلی میکشم ممکن هست که حالا بعد از این مسئله حل کنیم مشهی تر خواهی فهمید اتفاقی که بیفتد این باشد یعنی مای من این دفعه به جای اینکه در قبلش یکسان بوده لوله یو شکل دیگه باز بوده مای شیره باز کردم اینجا به این صورت باشد درسته؟ حالا من بخوام نقطه همترازی بکشم دوباره باید این نقطه رو چیکار کنم حالا اسمش هرچی میخوام بذارم بذارم درسته؟ خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ من الان در اون شکل قبلی فهمیدم که در شکل قبلی فشار قبلی رو دارم میگم داخل مخزن بیشتر از فشار هوا هست چون فشار هوا که از این شاخه داشت فشار می آورد باعث شده بود این بره بالا ولی در این حالت حالا من شکل پاک کردم میفهمم که فشار داخل مخزن از فشار هوا چی هست کمتر هست درسته قشنگ حواسم باشه اینا این نکات اساسی و کلیدی خیلی هم ساده هست دیگه یعنی پی مخزن کمتر از پی هوا می باشد خب حالا این درسنامه رو خوب یاد گرفتی الان باید برگردیم با همدیگه دوباره چی حل کنیم سوال حل کنیم که خیلی خوب این بحث را هم مسلط بشیم